به نام خدا، جلسه ششم سان ادار 1400. ما تا جلسه قبلی که حالا جلسه قبلمون بحث تقارن بود گفتیم، این جلسه به کمک خدا میخوایم که بحث قضیه جمع آثار رو بگیم و مدارهای غیر خطی رو هم واردش بشیم و انشاءالله از جلسه بعدی بحث سلف و خازن رو شروع کنیم که همه منتظرش هست. خب پس یه جمع آثار این جزء شماره 3 شما هست، یعنی بعد از تونن نورتون قضیه جمع آثار رو گفتیم. قضیه جمع آثار خیلی باشی آشنایی دارید و به صورت سطحی تو کتابا بهش پرداخته شده، ولی خب چیزی که ما اینجا میخوایم بگیم با جمع آثاری که توی کتاب‌ها گفته میشه خیلی مفصل‌تر هست و مفهومی‌تر هست و سوالاتی که تو کنکور ازش مطرح میشه این چیزی که ما داریم اینجا میگیم، نه اون چیزی که تو کتاب‌های کنکوری نوشته شد. قضیه جمع آثار چیه؟ میگه آقا اگه یک مداری که ولتاژ جریانش توی مدار اول خطی باید باشه و جواب یک تا دو داشته باشه، ما یه متغیری رو بخوایم محاسبه کنیم، یعنی ولتاژ جریانی از یک مدار رو بخوایم که اون مدار خطی باشه جواب یک داشته باشه و اون مدارمون چند تا منبع مستقل داشته باشه، یعنی چند تا منبعی داشته باشه که داره انرژی به مدار میده، من به جایی که بیام همزمان با چند تا منبع مدار رو تحلیل کنم میتونم اثر هر منبع رو روی خروجی پیدا بکنم و در نهایت با هم جمع کنم آثار این منابع رو با هم دیگه جمع کنم که بهش میگیم جمع آثار. مثلا این شبکه رو نگاه کنید، خروجی ما این ولتاژ مثلا این مقاومت، دو تا منبع مستقل داره این مدار یا این شبکه. اگه مدار رو تحلیل بکنیم همزمان یه ولتاژی به دست میاد. خب حالا اگه مدار اون خطی باشه من میتونم یک بار منبع IS رو خاموش کنم، یعنی مدار باز کنم و با اثر VS ولتاژ خروجی رو به دست بیارم، میشه اثر VS، و یک بار هم VS رو خاموش کنم تحت اثر IS خروجی رو به دست بیارم و در نهایت این دو تا خروجی ها رو با هم جمع کنم میشه VO این مداره. سوال اینجا یه نفر پرسیده بود آقا این N هر چیزی به نظر شما چیزی میتونه این N شه؟ اینکه شرطی که خطی باشه. خاصیت همگنی چی هستش بچه ها؟ اگه یک مدار خطی باشه، خب یک مداری خطی باشه، یه ورودی مدار داشته باشه به اسم XT و خروجیش رو حساب کنی بشه YT. اگر مدار من خطی باشه ورودی رو آلفا برابر کنی خروجیت هم آلفا برابر میشه. اینجا بهتره که بنویسیم اگر پاسخ مدار خط، پس تو یک مدار خطی اگه ورودی رو n برابر کنی خروجیت هم n برابر میشه. خاصیت جمع پذیری اگر مدی ورودی مدارمون x1 باشه و تحت اثر x1 خروجی y1 رو داشته باشیم و اگر x2 خروجی y2 رو به ما بده، این y1 و y2 یک متغیر از یک المانمونه، مثلا ولتاژ مقاومت یا جریان مقاومت، اگر همزمان این دوتا رو با همدیگه اعمال بکنیم خروجی مدارمون میشه جمع اون خروجی هایی که داشتیم. این خاصیت همگنی و جمع پذیر رو خب تو درس سیگنال سیستم هم شما باش آشنایی دارید، تو کنترل خطی هم اینو میگه. و نکته که وجود داره اگر مثلا من بیام آلفا برابر x1 و بتا برابر x2 رو اعمال کنم خروجی که میگیرم آلفا برابر y1 و بتا برابر y2 رو میگیرم. اوکی؟ پس توی یک مدار خطی اگر پاسخ به یک ورودی رو داشته باشم y1، مدارم همون باشه تغییر نکنه،
رو عوض کنم x2 باشه و خروجی بشه y2، همونا رو با هم جمع کنم میشه جمع خروجی های قبلیشون. حتی اگه تک تک اونا ورودی ها رو توی آلفا و بتا ضرب کنم، خروجی هاشون رو میتونم تو آلفا و بتا ضرب کنم و پیش بینی کنم که جوابی رو به من میده. سوالی که من از شما دارم اینه که ما تو یک مدار اگه خطی باشه ورودی رو آلفا برابر کنم، خروجی رو گفتیم آلفا برابر میشه، آیا این آلفای ضریب دیگه عدد دیگه هر عددی میتونه باشه، هر مقداری میتونه داشته باشه به نظر شما؟ میگن نه. خب یعنی نه یعنی چی؟ چی نمیتونه باشه؟ نه مختلط، اوکی مختلط نیست، ضریب ثابتی. حالا این ضریب ثابته چقدر میتونه باشه؟ هر مقدار حقیقی میتواند باشد به شرطی که مدار خطی بماند. آفرین بچه ها. این مدارهایی که ما داریم میگیم خطی هستند، تو این شرایط خطی هستند. اگه مثلا ورودی تو خیلی ممکنه زیاد کنیم، ممکنه مدار اصلا غیر خطی بشه. اوکی؟ این حالا در عمل گفتم که تو آزمایشگاه اینو در نظر داشته باشه. ولی رو کاغذ ما میگیم آقای مدار خطی است، ورودش رو 1000 برابر هم بکنی خروجی 1000 برابر میشه. ولی تو آزمایشگاه این نکته رو بهش توجه داشته باشه. استاد آیا جمع آثار در مورد کمیت‌های الکتریکی مثل جریان، ولتاژ و توان برقراره؟ جمع آثار برای جریان، ولتاژ و توان متوسط صادق. چند تا نکته رو باید بهش توجه بکنیم برای قضیه جمع آثار. اول از همه که قضیه جمع آثار به جایگاه ورودی حساسه. یعنی اگر من ورودی ایکس تی رو بدم به مدار و خروجی وای تی رو بگیرم، چرا لحظه ای بستگی نداره؟ من نمیفهم منظورتون چیه. توان لحظه ای داریم. بله توان لحظه ای منظورم. اثباتش اینه که مدارمون ممکنه تو مداری که حالا توان لحظه ای بخوام بگم، منبع ورودی اون یکیش فرکانسش متفاوت باشه، به خاطر همین متوسط رو حساب میکنیم. این یه قاعده است دیگه، چرا نداره. ممکنه دو تا فرکانس متفاوت داشته باشم، نمیتونم مدار رو بگم آقا این توان لحظه‌ای. مثلا یه مداری، حالا چون فاز رو نخونید فعلا ممکنه متوجه نشید، یکی دارم سینوس دو تی فرکانس دو رادیان بر ثانیه، یه ورودی دارم کوسینوس تی این یه رادیان بر ثانیه. جمع آر توان لحظه‌ای رو من نمیتونم بگم برقراره. چرا؟ چون سینوس دو تی توانی که برای من میسازه تابعی از دو تیه، این توان لحظه‌ای که میسازه تابعی از تیه و این توانا رو نمیتونم با هم دیگه جمع بکنم بگم توان لحظه‌ای اینه. اوکی حالا بعداً این رو تو بحث توان قسمت که معمول توان هست با هم بیشتر. ممنونم استاد. اگر پاسخ به ورودی ایکس تی باشه وای تی، این نکته رو خیلی بچه بشه، پاسخ مدار به ورودی آلفا ایکس تی از همون مکان اولیه میشه آلفا وای تی. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا توی این مدار، خب این دو ولته، مثلا با این دو ولت ورودی بوده دیگه، ببین ورودی خروجی می‌نویسن، اینجا ورودی اینجا خروجی، توی این مدار ورودی دو ولت داشتم خروجی گرفتم 6 آمپر. اگر بیام ورودی رو مثلا 3 برابرش کنم، یعنی 6 ولت بدم، انتظار داریم که چقدر بگیریم؟ اینم 3 برابر بشه دیگه، 18 آمپر بگیریم. درسته؟ فقط به شرط این که جایگاه منبع ورودی تغییری نکنند. یعنی این دو ولته
این دو سر این یه اوم قرار گرفته. اگه داری تو آزمایش دوم 6 ولت پس میکنی، 6 ولتت همین جا باشه. اوکی، همه این رو فهمیدن؟ یعنی اگه من 6 ولتم رو اینجا بذارم، انتظار نداشته باش که آیه اوم این بشه. اوکی، نکته دو، یه بار دیگه بگم. ببین، من 2 ولت داشتم، خب تو آزمایش اول 6 آمپر گفته میگیری، چون مدار خطیه 2 ولت هم شد 6 ولت، خروجی ما انتظار داری اونم 3 برابر بشه دیگه، 18 آمپر. ولی اگه مثلا این 6 ولته تو این جایگاه اولیه نباشه، یعنی اینجا موازی با یه اومدم سری کردم، آیا میتونم بگم که الانم این 2 ولت اینجا 3 برابر شده، خروجی من 3 برابر بشه؟ میگم نه، اظهار نظری نمیتونم بکنم، چون من تو جایگاه این مدار اولش ام بود، 2 ولت اینجا قرار داشت، و اگر بخوام من برو این برابر کنم، با همون قیافه باید این برابر کنم. اوکی، نکته دو بخونیم با هم. باید در هر زمان فقط یکی از منابع مستقل روشن باشه و بقیه منابع رو خاموش کنیم. برای خاموش کردن منابع ولتاژ رو 0 ولت یعنی اتصال کوتاه، و منابع جریان رو برابر با 0 آمپر یعنی مدار باز در نظر میگیریم. در این صورت مدار حاصل بسیار ساده تر قابل تجزیه تحلیل میباشد. این حالا خیلی ساده. در هنگام بررسی اثر هر منبع مستقل، منابع وابسته رو خاموش نمی‌کنیم، زیرا توسط متولی مدار دیگه کنترل میشه. این طبیعی و ساده است، نیاز به توضیح نداره. یه مثال آبکی با هم حل کنیم. توی کنکور اینجوری سوال به شما نمیدن، فقط می‌خوام جمع‌آثار رو فعلا باش آشنا بشید. بعضی وقتا جمع‌آثار به شما کمک می‌کنه که مدار رو سریع‌تر حل بکنید. یعنی این قسمتی که الان دارم به شما میگم برای تحلیل سریع‌تر مداراتون کاربرد داره، ولی سوالاتی که تو کنکور مطرح میشه اینا نیست که الان میخوام بگم، قسمت بعدی درسمون. من میخوام توی این مدار جریان آی رو پیدا بکنم. همتون بلدید دیگه، مثلا یه راهش اینه که اینجا 3 آمپر، اینجا آی، جریان اینجا رو بسازی و KVL بزنی. خب ولی یه راه دیگه اینه که جمع آثار بریم، یعنی اثر منبع ولتاژ رو میخوام ببینیم چیه. اثر منبع ولتاژ یعنی که منبع جریان چی بشه؟ خاموش بشه. خب توی این مدار من آی رو میتونم خیلی سریع حساب کنم. آی چقدر میشه؟ 3 تقسیم بر 3 به علاوه 3 میشه چقدر؟ 1/2 آمپر. خب حالا میرم اثر منبع جریان رو پیدا میکنم. یعنی منبع جریان تو مدار باشه، منبع ولتاژ رو خاموش میکنم. بچه ها ببینید، اینجا 3 آمپر دارم، پس اینجا هم چقدره؟ 3 آمپر، درسته؟ دو تا شاخه یه چی دارم؟ موازی که برابرم، پس 3 آمپر باید بین دو تا پخش بشه، یعنی این باید 3/2 آمپر باشه، اینم 3/2 آمپر. پس آیمون تو این حالت میشه چقدر؟ منفی 3/2 آمپر. کسی با این مشکل نداره. تقسیم جریانه دیگه، ولی تقسیم جریانی که این جریان بیرون رفته، من این آی رو میخوام. حالا این آی کل بهش میگیم جمع آثار. اثر این دوتا رو با هم چکار میکنی؟ جمع میکنی. چقدر؟ منفی 1 آمپر. کسی از سوال داشته باشه؟ بفهمی نسبت خواسته چی گفته بود؟ ها، در مورد جریان آی ناشی از منبع جریان چند برابر آی ناشی از منبع ولتاژ. اوکی، به این آی میگیم که
ناشی از چی؟ منبع ولتاژ. به این میگیم ناشی از منبع، بخشید این منبع این ولتاژه، این منبع جریانه. پس به هم تقسیم بکنی، حالا ایکس می نویسم چی به چی؟ منبع جریان گفته چند برابر ولتاژ؟ منفی 3/2 تقسیم بر 1/2 میشه چقدر؟ منفی 3. اوکی، کلمه ناشی رو بچه همیشه حواستون باشه. اگه گفتن مثلا توی سوال فلان متغیر ناشی از فلان منبع مستقل، یعنی فقط اون منبع مستقل تو مدار باشه، بقیه رو خاموش کن. مثلا برق 90 ببینید گفته چی؟ در مدار شگردی به ازای چه مقداری از کاف ولتاژ ناشی از آی اس برابر نصف آن می شود؟ کامون چقدر باشه که ولتاژ که ناشی از آی اس هست نصف و آن شود؟ آن داره به کی اشاره میکنه؟ تو فارسی ادبیات میگفتن که این داره به کی اشاره میکنه؟ به این رایز. کار رو میخوام جوری تنظیم کنم که ولتاژ وی، این ولتاژ وی رو باید مینوشته ننوشته اینجا چه؟ ولتاژ وی ناشی از کی؟ ناشی از آی اس. پس منبع مستقلم رو چیکار میکنم؟ خاموش میکنم. ناشی از آی اس پس منابع دیگر خاموش. و گفته وی بشه چقدر؟ ویمون بشه 1/2 آی اس. اگر وی باشه 1/2 آی اس، جنش میشه چقدر؟ 1/4. پس جنی که اینجا میره چقدره؟ 3/4 آی اس. و الان میتونم کیویلمو بنویسم. اینجا منفیه، اینجا کیویل منفی 1/4 آی اس ضرب در 2 به علاوه 3 ضرب در 3/4 آی اس به علاوه کاوی، وی رو میذارم 1/2 آی اس به علاوه. بچه این جریان 3/4 آی اس در چی ضرب میشه؟ در موازی این دوتا دیگه. ببین همه اینا آی اس دارن، طرف دومت هم صفره، بر آی اس میتونم تقسیم کنم. پس اینجا میشه منفی 1/2 به علاوه 9/4 به علاوه K/2 به علاوه 3/4 مساوی با صفر. منفی 1/2 رو چون مخرج 4 دارم، من اینطوری مینویسم، یه مخرج 4 میذارم، اینو میگم منفی 2، اینو میگم 9، اینو میگم 2K، اینم که 3 هستش مساوی با 0. پس 2K اینجا 2K به علاوه 10 میشه، درسته؟ به علاوه 10 مساوی با 0. و از اینجا K چقدر میشه؟ منفی 5. خب درس ما الان اینجاش جمع آثاری که شما باید یاد بگیرید و من فکر میکنم رقیباتون بلد نیستن، اینجاست که میخوام بهتون بگم. بچه ها ببینین توی یک مدار خطی، خب الان ببین مدارمون این چیزا که الان بیرون این شبکه میبینین دورش همه خطی هن، مقاومت ها خطی هن و اینا، منابع مستقل اونم که معمولیه، و داخل اینم مدار نمیدونم چیه ولی گفته مدار خطیه و مقاومتیه. فاقد منبع مستقله. یعنی چی فاقد منبع مستقل؟ چرا این اصلا این جمله رو گفته؟ میخواد بگه که آقا توی کل این شبکه منابع مستقلمون فقط این سه تا دونه است. اوکی؟
توی این میتونه منبع وابسته هم باشه، داخل این منبع وابسته هم میتونه باشه، ولی داخل دیگه هم ورودی های این کل این شبکه این سه تا دونه است. توی یک مدار خطی، یا بهتر بگیم و کاملتر بگم، تو هر سیستم خطی خب خروجی، حالا اینجا مثلا ما مداره، خب یه جا هستی سیستم مکانیکیه، آقا جا به جایی ممکن چند تا نیرو داره به سیستم وارد میشه، اگه اون سیستم خطی باشه و دینامیک نداشته باشه، یعنی مقاومت، اینجا ما هم میگیم دینامیک نداشته باشه، تو مدار یعنی مقاومتی باشه، توی حالا مکانیک میگیم دینامیک نداشته باشه. خروجی اثر خطی با ورودی ها داره، یعنی بهتر بگیم ترکیب خطی از ورودی هامونه. این بچه ها این ترکیب خطی رو از الان باید باش کار داریم، مثلا توی مثلا میگم آقا مثلا وای ترکیب خطی از x1 و x2 و x3 هستش. صدا من رو دارید؟ تصویر رو هم دارید؟ خب. بله، وقتی میگیم دینامیک نداشته باشه، عنصر ذخیره کننده انرژی نداشته باشه. بله. وقتی میگیم وای ترکیب خطی از x1 و x2 و x3 هستش، یعنی وایمون هست. بله. بسپاشم ازتون. بله. همیشه داخل باکس انمون فاقد منبع مستقل هستیم یا نه؟ استثنا اگه داخل این مثلا منبع مستقل باشه، خب خروجیمون این خروجی آیه او ترکیب خطی از اینه و اینه و اینه و اون چیزی که تو اینجاست. آها. خیلی ممنون. خب. پس اگه این ترکیب خطی یعنی وای هست آلفا ایکس یک به علاوه بتا ایکس دو به علاوه مثلا گاما ایکس. این ترکیب خطی یعنی این. خب. پس خروجی مدارمون آیه او یا ویه او ترکیب خطی از ورودی های مدارمونه، وی اومون هم همینطور، وی اومون هم ترکیب خطی از به قول معروف ورودی های مدارمون هستش. سوال، این سوالی که اینجا نوشتم همین سوالی که الان شما پرسیدین، اگر داخل جعبه سی یا منبع دیگه وجود داشته باشه ترکیب چیه؟ خروجیمون ترکیب خطی از من همه منابع مستقل و منبع مستقل داخل شبکه هم با یک ضریب روی خروجی تأثیر می گذارد. قبل از که ادامه بدم بچه ها سوال، این آلفا و بتا و گاما مقدارشون که چقدر باشه، حالا یک باشه دو باشه سه باشه، به چی بستگی داره به نظر شما؟ بله، یکیش توپولوژیه، توپولوژی یعنی قیافه یه مدار. خب و مقادیر المانهای مدار بستگی داره. اوکی، آیا به خود منبع مستقل هم بستگی داره؟ به خود اینکه مقدار این وی اس چقدر باشه؟ نه. مثال ساده اگه بخوام بزنم بچه، این یک مدار خطیه دیگه، اینجا وی اس، اینجا یه اوم، اینجا هم یه اوم.
اگه به شما بگم این وی او چه ارتباطی با وی اس داره، شما چی میگی؟ چه رابطه خطی بین وی او و وی اس هست؟ ببینید وی او هست یک دومه وی اس، آلفایش توی مدار یه دوم. یعنی چی؟ یعنی اینکه هر چیزی به شرط که منبع ولتاژ باشه جای وی اس قرار بگیره با چه ضریبی میره توی خروجی؟ با ضریب یک دو. ها؟ مثال 48C، مدار N شامل تعدادی مقاومت خطی و منابع، حتی اگه سینوسی باشه، بله حتی اگه هر چیزی باشه فقط منبع ولتاژ باشه، با ضریب یک دوم توی خروجی اثر میذاره. مدار N شامل تعدادی مقاومت خطی و منابع وابسته هستش. ببین داره این تاکید میکنه اولا مدار خطیه. بچه وقتی میگن مدار خطیه و مقاومتیه، از الان تا جلسه آخر مدار این نکته ذهنتون باشه. وقتی که این کلمه رو، این جمله رو ابتدای سال تو تست دیدید، داره به شما این اوکی رو میده که شما میتونید از تبن نورتون استفاده کنید. چون تبن نورتون باید مدار چی باشه؟ مقاومتی و مدار مقاومتی باید باشه دیگه، مقاومت خطی باشه و مقاومتی باشه. خب مدار مقاومتی باشه تا بتونید تبن نورتون استفاده کنید. اگر هم خطی باشه چی رو داره به شما مجوزش رو میده؟ مجوز جمع آثار رو میده. اوکی؟ یعنی که ما برای حل این سوال این دوتا نکته رو میتونیم بهش توجه داشته باشیم. دوتا آزمایش گفته انجام میدم و دوتا آزمایش اینجا نوشته. آزمایش اول گفته وی اس رو میدم 7 ولت، آی اس رو میدم 3 آمپر، خروجی مدار میشه 1 آمپر. آزمایش دوم وی اس رو میدم 9 ولت، آی اس رو میدم 1 آمپر، خروجی میشه 3 آمپر. جمع آثار بره فقط و فقط خطی بودن. حتی مقاومتی هم باید باشه، که مقاومتی حتما باید باشه، مقاومتی و خطی. چون اگه مقاومتی نباشه دینامیک پیدا میکنه، خود شرایط اولیه هم برای من خروجی ایجاد میکنه. اوکی؟ حالا بعد تو خود مداره مرتبه اول بهتون میگم. خب بچه این آزمایش ها رو با هم بریم رو مدار پیاده کنیم، ببینیم که میتونیم شناسایی بکنیم. به این کاری که الان من دارم انجام میدم میگم شناسایی مدار. اومده یه بار وی اس داده چقدر؟ 7، آی اس داده 3 آمپر، خروجیم شده چقدر؟ 1 آمپر. بعد اومده وی اس داده 9، آی اس داده 1، آی هم شده چقدر؟ 3 آمپر. میخواد ببینه که با وی اس 15 و آی اس 9 آی چقدر میشه. بچه ها ببینید، من هر کدوم دلت خواست مثلا اثر اینو رو خروجی با ضریب آلفا مینویسم، اثر اینو رو خروجی با ضریب بتا. تو این آزمایش هم همینطور، اثر این رو خروجی با ضریب آلفا، اثر این رو خروجی با ضریب بتا. چون خروجیمون یه ضریبی از ترکیب خطی از ورودی هامونه. خب یعنی که توی این آزمایش یه آمپر برابر با چند؟ 7 آلفا به علاوه 3 تا بتا. توی اینا این یک میذارم. تو آزمایش دوم خروجیمون که 3 آمپره، ضریبی از وی اس یعنی 9 آلفا به علاوه یه دونه بتا. بهترم از اینجا بنویسیم که آی هست آلفا وی اس به علاوه بتا آی اس. اینم رابطه دو. یک و دو رو میخوام با هم حل کنم. معادل دو رو در منفی 3 ضرب میکنم با معادل 1 جمع میکنم، میشه منفی 9 به علاوه 1 میشه منفی 8. آره من در منفی 3 ضرب میکنم، اینم که میشه 3 نوتا 27 میشه منفی 20 آلفا. از اینجا آلفا به دست میاد 8 بیستم یا
چهار، پنجم، فرق نمی کنه. حالا من دیگه اینجوری نوشتم. میخوایم با کرامر بریم؟ با کرامر بریم. بیا. سه آلفا به علاوه بیتا مساوی با سه. هفت آلفا به علاوه سه بیتا مساوی با یک. خب میخوام چی رو به دست بیارم؟ مثلا بیتا رو میخوام به دست بیارم. بیتا رو که میخوای به دست بیاری؟ بله. تو نو آلفا داریم ها. ها. نو آلفای بله. بله مرسی. توی مخرج دترمینان ضرایب میشه 27 منهای 7. توی صورت بیتا رو که میخوای دستتو میذاری رو بیتا، بین ستون اول و آخر دترمینان هم نمیسی. 9 یکی 9 تا منهای 3 هفته هم 21. چقدر میشه اینجا مخرجت که میشه 20؟ این چقدر میشه؟ اوکی 12. آه دوست نشتم. درسته؟ حالا یا بهتر بگیم چقدر منفی 4 ساده کنیم، منفی 3 5. آلفا رو میخوایی با کرامر بیا به دست بیاریم. ببین آلفا چی میشه؟ مخرجش همونه، صورتش رو که میخوای یه منفی بذار بعد بیا دترمینان بنویسی. یه یکی یکی منهای 9، این که میشه منفی میشه 8 20 یعنی 4 پنجم. اوکی من فهمیدم کرامه رو. حالا مدار شناسایی شد، یعنی این مداره VS هر چی باشه با چه ضریبی میره تو خروجی اثر میکنه؟ با ضریب آلفا که 4 پنجم. IS با چه ضریبی میره تو خروجی اثر میکنه؟ با بتا که منفی 3 پنجم. حالا VS IS خودش یادی داده دیگه، میخواست پیش بینی کنی وی اس 15 آی اس 9. آی اس 9 پس آیمون بچه ها چی؟ آی 2 پنجم. بعد مرسی آیمون بچه ها این نکته در وجود داشته باشید. توی این آزمایش های قبلی ما خروجیمون آی بود. خب الانم آی رو من میتونم به دست بیارم که میشه چقدر؟ 2 پنجم وی اس به علاوه منفی 3 پنجم آی اس، در حدی که میشه بشه. نکته که میخوام بهتون بگم، ممکنه توی کنکور آزمایش های اولی که به شما داره میده آی رو بگه، خب و اون چیزی که از شما میخواد بعد بیا بگه وی او چقدر میشه. خب شما تو آزمایش بعدیتون هم آی رو برید پیش بینی کنید و بعد ببینید آی که هرچی شد ضرب در 10 کنید وی او تون به دست بیاد. اوکی استاد یه سوالی داشتم. بفهم استاد، این جریان ها رو بتا در نظر گرفتیم، مثلا باید حتما یه جنس باشه یا مثلا آلفا رو ما میدونیم یکیشه آلفا در نظر بگیریم یکیشه بتا؟ من جریان ها رو الان هر دو جریان ها رو شما بتا در نظر گرفتیم. آره آره ببین تو این آزمایش اگه تو اینو اسم گذاشتی با ضریب بتا بره تو خروجی، اینجا هم با بتا میره تو خروجی. خب الان مثلا همین خروجی اگه ولتاژ بود چی؟ اگه چی بود؟ همین شکل دومی مثلا ولتاژ بود اگه مثلا دو تا شکل به ما داده. نه آزمایشی که به ما میده، دو تا آزمایشی که برام مثال میزنه میگه من آزمایش کردم، شما اگه اینجا آی داری تو این آزمایش هم شما آی رو ببین چقدره، یعنی خروجی یکی باشه، یعنی از یه جنس بعد باشه، از یه جنس باشه. یعنی اگه شما اینجا آی رو به دست بیاری، اگه اینجا مثلا گفتی آقا تو آزمایش دوم وی مثلا 100 ولته، 100 رو بعد از تقسیم کن بگو آی چقدره. یعنی تو این سیستمت خروجیات مشخص، ورودیات مشخص، خروجیت هم مشخص، جاشون تغییر نکنه. ممنون. اوکی همه فهمیدن؟
نکته که وجود داره اینه که من اگر این شبکه رو بخوام معادله تونن از این سر رو بنویسم، خب میخوام به این مدار نگاه کنم. خب قبول دارید که چون مدار مقاومتی خطیه یه آره تونن‌ای داره، قبوله؟ یه آره تونن‌ای داره دیگه که من نمیدونم چقدره، بستگی داره که این مدارم چه شکلیه، مقاومتاش چندن و هر چیز دیگه. حتی به این منابع مستقل و منبع ولتاژ کجا باشه، منبع جریانم کجا باشه بستگی داره. خیلی جالبه ها بچا، آره تونن‌ه. همیشه ما میگفتیم آره تونن که میخوام حساب کنی منابع مستقل خاموش میکنی. حالا ممکنه توی سوال کنکور از شما بپرسه که آیا جایگاه منابع مستقل در مقاومت تونن تأثیری دارد یا ندارد؟ جایگاهشون، مقدارشون که تأثیری نداره، آیا جایگاهشون تو مقاومت تونن تأثیری داره یا نه؟ بله تأثیر داره. چرا؟ چون میام خاموش میکنی. اگر یه منبع جریان با یه مقاومت سری شده باشه، خب مقاومت دیگه اصلا تأثیری تو مقاومت تونن نمیذاره. اگه یه منبع ولتاژ با یه مقاومت موازی شده باشه، دیگه اون مقاومت دیگه تأثیری تو مقاومت تونن نمیذاره. پس جایگاه منابع مستقل تو مقاومت تونن تأثیر داره، مقدار منبع نه. حالا میخوام در مورد وی تونن با هم دیگه صحبت کنی. یه نکته جالبی که داره بچا، حالا من اینو آبیشو آره همینجا بزنم، خوب این وی تونن، این مدار تونن رو ببینید اینجا، من معادله اینه دیگه. خب اگه مدار خطی مقاومتی باشه، ولتاژ تونن هم ترکیب خطی از این منابع مستقل. جالب شده؟ یعنی من این مدار رو میتونم کلا برش دارم، یه آره تونن به جاش بذارم، یه وی تونن که وی توننش چیه؟ ترکیب خطی از منابع مستقلمونه که تو این مسیر دارم میبینم، اما اونی که داری تو مسیرت میبینی. همه فهمیدن؟ استاد آره توننی که مد نظر هستش آره تونن کله دیگه، درسته؟ کله، یعنی همین آره تأثیری داره، همین آری که پشت اونجاست و هم آرا و منابع وابسته که داخل اینا. خیلی ممنون. باشه. با اینم بنویسیم. اگه این آره یک باشه، آره تونن تأثیر مقاومت و منابع وابسته داخل باس علاوه سر R2 و R1، یعنی اون پشت این شبکه این باکس هم این روی نه، فقط فعلا دارم میکنم که اگه شک دارید شکتون برطرف بشه. اگر داخل این باکس صدا بشه طوری، ولتاژ تونن هم ضریبی از ولتاژ و هم ضریبی از جریان. الان بهت میگم ببین، این شکت اگه میخوای برطرف بکنم، آها خب من اینو میگم که بچه ها بررسی کنن ببینن که مشکل از چی هستش. من تو آنتراکس نتم رو چک میکنم. برای اینکه سوال آقای محمدپور رو ببینیم بچه ها، گفته چرا ولتاژ تونن هم ضریبی از ولتاژ و هم ضریبی از جریان. من مثال ساده برات میزنم. بچه ها
من اگر شما بخوام که معادله تونن این مدار از این دو سر حساب کنید چی میگید؟ آره توننش خب تو ذهن خودتون منابع مستقل خاموش کنید، آره یک موازی با آر دو میشه، درسته؟ وی توننش رو میتونید حساب کنید؟ منبع آی اس رو که خاموش کنم میشه وی اس در آر یک، آر یک به علاوه آر دو. شما ولتاژ مدار باز رو میخوایی دیگه، درسته؟ قبول داری؟ با جمع آثار میخوام ولتاژ مدار باز رو حساب کنم و منبع وی اس رو تو ذهنم خاموش میکنم، با آی اس تقسیم جریان بزنم و در آر یک هم ضرب کنم، بس میشه آر یک ضرب در آی اس تقسیم جریان آر دو آر یک به علاوه آر دو. قبوله؟ نه در موازیشون ضرب میشه، ببخشید. استاد همین سمت راستی منبع جریان با مقاومت رو میشد تبدیل کنیم به منبع ولتاژ و مقاومت سری؟ بله مدل تبیننش رو بنویسیم بعد میشه یک بله. بله این کارم میتونستیم بکنیم، ولی میخواستم اینو بگم که خیلی براشون سوال اینه که من ولتاژ تبنن از این دو سر این شبکه است دیگه، بالاخره یه شبکه است، درسته؟ ولتاژ تبننشو که میخوام هم اثر وی اس و هم اثر آی اس. افتاد؟ پس مهم نیست که ولتاژ تبنن میخوای یا معادله نورتون، منابع مستقل اون معادلتو میسازن. و مثلا این چیزی که این مثلا حکم چی رو داره؟ آلفا رو داره؟ این با اون آر یکه با هم حکم بتا رو، نه؟ فهمیدی؟ آقای هلمی نکته جالبی گفت، میگه اگه نگاه کنی یه تبنن از جنس ولت این وی اف در چی زده؟ در یه عبارت داره، چون مقاومت اصلا مقاومت میشه، درسته؟ ولی این آی اس تو این فرمول نگاه کنی در مقاومت ضرب شده، یعنی جنسش، یعنی توی اون رابطه وی تبنن این بتا جنس مقاومته. دست درمه این جنسش بدون جنس. این هم نکته جالبی بوده. آقای علمی مرسی. آقای علمی کدوم دانشگاه درس خوندی؟ سجاد مشهد. باریکلا که ریز نگاه میکنی. خب اینجا نکته که ما اینجا تقسیم جریان بزنیم باز درست میشه، فرق نمیکنه. آره نکته که اینجا میخواستیم بگیم، گفتیم اگه منبع مستقلت خب غیر از این ستا که بیونه این داخل باکست هم منبع مستقل داشتی، معادل تونن این مدار میشه یه آر توننی و یه وی توننی که وی تونن اثر وی اس دو هم تو خودش میبینه، یعنی آلفا وی اس بتا وی آی اس گاما آی اس نو وی اس دو. اوکی این حالا بچه ها این چیزایی که من تو این جزوه نوشتم میدونید چیه؟ حاصله تو کتاب جبه دارم اینو ننوشته، جمع آثار رو گفته و رفته، حاصله اشتباهاتیه که تو این چند ساله بچه ها میکردن، یعنی ترتم درس میدن میفهمده که دانشجو مثلا اینو ممکنه اشتباه کنه، اینا رو من جزوه کردم که شما بدونی این داستانش چیه، در صورتی که مثلا اینا یه چیز بدیهیه که اگه کسی همین قسمت اول رو که چند صفحه قبل گفتم عمیق یاد بگیره، خب همینو عمیق بفهمه، نیازی نیست که من این تبصره ها رو هم براش بگم، ولی خب دیگه ما اینا رو میگیم که کتاب پوران رو در بر میگیره. اصلا پوران اینا رو نگفته عزیز من، نگفته اینا رو پوران، این اولش هم اینم نگفته، همین که اینجا میبینی نگفته، حتی اینا رو هم نگفته، نه مدرسان نه پورا، اینا من ندیدم.
آره دکتر روتنی خب خیلی مفهومی تر گفت. خب سال بعدی، در شکل زیر شبکه N مقاومتی خطی و تغییر ناپذیر با زمان می باشد. یعنی که آقا مجوز استفاده از تونن نورتون رو داری؟ جمع آثارم گفته اگه V1مون 3 ولت، I2مون 3 آمپر و خروجیمون گفته اینقدر میشه، اگر باید گفته قطب فلان رو اتصال کوتاه کنم و فلان جریان هم اینقدر باشه. این هم دوتا آزمایشه بچه ها. فقط فرقش اینه که اتصال کوتاه کردن قطب 1-1 یعنی که V1مون 0ه تو آزمایش دوم. این با ما تمرین میتونستید شما خودتون حل کنید، چیزی نداره. فقط این نکتهش اینه که اتصال کوتاه کردن قطب این یعنی که تو آزمایش دوم V1 0. من اینو حل میکنم میذارم برای خود. اینو میخوام حل. مثال 53، در مدار زیر N1 و N2 مقاومتی خطی و فاقد منبع مستقل، یعنی داخل اینا دیگه منبعی ندارم، منبع مستقل، کل منابع مستقل مدارم، شبکه‌ام کلش 3 آمپر و این کوسینوسه. بچا صدا اوکیه؟ سوال گفته که با این منابع مستقل جریان اینجا یعنی خروجی مدارمون هست 2 منهای 1/5 کوسینوس. بعد گفته اگه مقدار منبع جریان 4 آمپر بشه آی چند آمپر خواهد شد؟ خب خواهیم این حل کن. چون مدار خطیه و مقاومتی، ورودی ها اثر خطی رو خروجی دارن. یعنی اینکه این مثلا با ضریب آلفا میره تو خروج بتا، نمیکنه با ضریب چی؟ بتا. یعنی آی توی این مدار هست 3 تا، اینه آلفا تا آلفا به علاوه 2 تا بتا کوسینوس تی. همه اینا قبول دارن؟ خروجیمون ترکیب خی از ورودیمونه. جمع آثار خود مثلا گفته آی هست 2 منهای 1/5 کوسینوس تی. توی این سوال آزمایش برای من نگرده، یه آزمایش ببینید، آزمایش یه دونه آزمایشه، این ورودی رو دارم، اینم دارم، خروجی رو بهم گفته. حالا گفته مقدار منبع جریان رو اگه تغییر بدم خروج چقدر میشه. خب با یه مقایسه ای که این دو تا رو انجام بدیم میفهمیم 3 آلفا مساوی با 2، یعنی آلفامون هست 2/3 و این دو تا رو هم که با هم مقایسه کنیم 2 بتا هست منفی 1/5. پس بتا منفی شد، آلفا هم 2/3 شد. حالا سوال جواب بدید. بله بتا منفی 1/10 ها. بتا منفی 1. صدا الان خوبه آقای؟ بله بد نیست. این اینترنت خوب نیست. بذاری تا من الان صدا خوبه؟ ادامه بدین. ببینید ما آلفا و بتا رو تشخیص دادیم، حالا ببینیم که سوال چی میخواد. گفت حالا اگه منبع جریانم 4 آمپر بشه آی چند آمپر میشه؟ ببین من توی این مدار میدونم که هر چیزی اینجا قرار بگیره با ضریب بتا میره تو خروجی، یعنی با ضریب منفی 1/10، چون بتا رو اینجا حساب کردیم شد چقدر؟ منفی 1/10. و هر منبع جریانی با این جهت اینجا قرار بگیره با ضریب چقدر میره خروجی؟ 2/3. حالا آی رو میخوام پیدا کنم. گفته آقا منبع ولتاژ تغییری نکرده، پس 2 تا کوسینوس تی با ضریب آلفا یعنی منفی 1/10 توی خروجی اثر میذاره، ولی این 3 آمپره الان میخواد بشه چند؟ 6 آمپر.
با ضریب دو سوم توی خروجی اثر میذاره. اوکی، یعنی آیمون این میشه. اینطوری میتونستیم بگیم، جور دیگه هم میتونستیم بگیم. ببین من تو قسمت الف گفتم منبع جریانم 4 آمپر بشه. خب بچه‌ها، منبع جریان از 3 آمپر بخواد 4 آمپر بشه یعنی چند برابر شده؟ 4 سوم برابر. پس خروجی من این، قبول داره این مقدار دی سی خروجی این مرتبط با اینه، کوسینوسیه مرتبط با اینه، یعنی 2 آمپر هم باید چند برابر بشه؟ 4 سوم برابر. اینطوری هم میتونستی بگی. وقتی یه خروجی به شما میدن، شما بفهمی که این چون دی سیه اثر منابع دی سیه، این چون سینوسیه اثر منابع سینوسیه. خب این از همه فهمیدن. قسمت بعدی گفته مقاومت معادل از دو سر آ و ب چند اوهمه. مقاومت معادل از دو سر آ و ب. خب ببین بچه ها، این نکته رو الان اینجا میخوام با هم دیگه یاد بگیریم. من میخوام مقاومت معادل از دو سر آ و ب رو پیدا بکنم. اول از همه میرم این رو، استاد ببخشید، بله اونجا جای منبع جریان 6 گذاشتیم. آه ببخشید، یه چیزی گفته بود، چند گفته بود؟ منم 4 گفته بود استاد. 4 گفته بود، آره من فکر کردم 6. مهم فرقی نمی کنه، من چون جوابشم ننوشتم. این 4 بدمم جذبت 4. خب میخوام معادل رو حساب بکنم بچه ها. بچه ها از اینجا چی میبینم به سمت راست؟ شما جواب میدی؟ شما که میکروفون داشتی؟ شما آقایه؟ آشتیانی هستم استاد. آشتیانی. اینجا چی میبینی؟ یه آر تونه میبینیم دیگه. یه آر تونه، یه چون بتانم آر دو. میبینی؟ اینجا هم یک آر یک میذاریم اسمش. یه آر یک، یه چیز دیگه هم میبینی؟ چون منبع مستقل تو دیت هست؟ بله. یه ضریبی از این کوسینوس را مثلا من دو کوسینوس هم داره، یه کایی حالا آلفاش با این قاطی میشه، من گاما مثلا میذارم، یه گاما گاما دو کوسینوس تی، یا میتونم مثلا گاما کوسینوس تی، درسته؟ یه ضریبی از کوسینوس. حالا ببین مدار رو بنویسیم ببینیم چی میتونم ازش. ببین من یه مقاومت دو اوم دارم، یه دونه آر دو اینجا دارم، یه دونه 4 آمپر دارم و اینجا هم آر یک و اینجا هم یه ضریبی از کوسینوس تی و میخوام از دو سر آ و ب مقاومت معادل رو حساب بکنم. و توی این مدار اطلاعاتی که دارم، این آ که تو قسمت قبلی هم داده بود، آی رو گفته بود چند؟ گفته بود من توی یه پنجم کوسینوس بله بود. ما این مدار رو داریم با این اطلاعات، آره جریان اونم 3 آمپر توی اطلاعات قبلی. این مدار رو اطلاعاتی که اینجا دارم دارم، میخوام آر تونش رو به دست بیارم. ببین الان این گاما کوست، چون گاما رو من ندارم، خب این قلقا همیشه ازش استفاده میکنیم تو سوال دیگه از ما خواستن. به نظر شما اگر منبع ولتاژ مستقل رو خاموش بکنم آیم چی میشه؟ قبول دارید که آیتون 2 آمپر؟ چون دیگه ترم اثر کوسینوس دیگه تو خروجی نیست. همه اینو قبول دارن؟ بله. پس من اینو تو ذهن خودم خاموش میکنم، مداره یه ذره خوشگل و ساده تر میشه، چون من دنبال آی که نیستم، که میخوام آر تونن رو به دست بیارم. اگه اینو خاموش کنم قبول داری آر یک و آر دو با هم موازی میشن؟ بله. من یه آر ایکوال میذارم. خب یه 3 آمپر داریم اینجا،
و یه دونه دو اوم جریان اینجا هم آیه که گفتیم آی چند میشه تو این حالا اینجا دو آمپر درسته؟ اگه این جریان اینجا سه باشه اینجا دو پس اینجا چند میشه؟ میشه یه آمپر درسته؟ یه KVL اگه بزنه دو ضرب در دو مساوی میشه با یک ضرب در آر ایکوال. آر ایکوالمون چند میشه یعنی؟ میشه چهار اوم درسته؟ بله. من سوال از من خواسته بود آر آ و ب رو پیدا کنم. آر آ و ب از دو سر این چی میشه؟ ابو داری میشه آر ایکوال موازی با اون دو اومه. پس میشه چهار موازی با دو میشه چقدر؟ چهار بله درسته. پس چی کار کردیم؟ ما دیم آره تونن خواسته بود مقامت معادله رو حساب کردیم. اینجا چون گاما کوسینوس داشتیم نمیدونستم این چقدره، چون دیگه گاماشو نداشتم بودم خاموشش کردم، چون خاموش کردن این رو جریان تأثیر میذاره ولی روی مقاومت که تأثیری نمیذاره که. نه روی شبکه اندو ولتاژ نذاشتیم اشکال پیش نمیاد. خب آخه نداره اصلا این. شما اینجا دارید به این مدار نگاه میکنی یه کلی مقاومت فقط میبینی درسته؟ مداری که منبع مستقل نداره ولتاژ تونن و جریان نوتونش حتما صفره. بله بله تو معادله تونن گفتیم. بله. اگه منبع مستقل نشه باشه حتما مطمئنیم که وی تونن صفره. ولی اگر منبع مستقل داشته باشه وی تونن داره ممکنه هم صفر بشه. لزوم نداره که حتما غیر صفر باشه. ولی اگه نداشته باشه حتما صفر. این قسمت به سوال رو خوب روش کار کنید. روش فکر کنید تو خوب کار کنید که این از این چند بار تو کنکور سوال اومده. این مثال 51 سه به عنوان تمرینه. میریم جلو این سوال رو میخوام حل کنم. در مدار زیر N1 و N2 ببین مدار رو N1 و N2 از مقاومت های خطی تشکیل شده و آیه اینجا رو گفته 2/7 وی اس به علاوه آیه اس. مدار اونم بچه‌ها ببینید فقط این دو تا منبع مستقل رو داره، یعنی این رابطه داره به من میگه که اثر این منبع جریان روی این خروجی 2/7، این منبع ولتاژ هم رو خروجی با ضریب 2/7. گفته اگه مقاومتمو 4 اوم، اگه به جای مقاومت 4 اوم چقدر چی بذاریم که مقاومت کل مدار از اثر آوبی برابر با 8/9 بشه. در مورد چی داره صحبت میکنه؟ در مورد مقاومت تونن. میخواد مقاومت تونن رو به دست بیاره. خب هر موقع در مورد مقاومت صحبت میکنه شما برید مقاومت مدار رو به دست بیاری. یعنی چی؟ یعنی این که من اینجا یه 4 اوم دارم. که جریانش آیه. از سمت راست چی میبینم بچه ها؟ یه مقاومتی میبینم R2 با یه ضریبی از VS آلفا VS. این طرف هم که آیه اسه. این طرف چی میبینم؟ فقط مقاومت میبینم چون منبع مستقلی نداره. همه این قبول دارن؟ سوال استاد این دعایی که این بالا هست این کجا خودش رو نشون داده و اینو چیکارش کنی؟ میگم این دعای منبع وابسته است، اثر این رو مقاومت های R1 و R2 خودش رو نشون داده، چون این دعایی هم داره رو N1 اثر میذاره هم رو N2. پس این هم یه شبهه‌ایه که همیشه تو کلاسامون هست. خب سوال گفت آقا این مداری که دارم آیش چقدره؟ 2/7
وی اس به علاوه 2/7 آی اس، چیزی که سوال به من گفت. منم الان تو این مدار میخوام که مقاومت معادل رو حساب بکنم و بعد به جای 4 اوم یه چیزی بذارم که مثلا مقاومتم بشه 8 اوم. پس باید اول برم مقاومت معادل رو حساب کنم، مثل اون مثالی که براتون حل کردم. چیکار کنم؟ این اگر آلفا وی اس یا اون وی اس صفر بشه، قبول دارید که اونجا من وی اس رو بنویسم، اگه وی اس صفر بشه قبول دارید که آیمون این آی فقط اثر آی اس رو داره؟ یعنی میشه چقدر؟ 2/7 آی اس. اینو قبول دارن همه؟ پس اینو میذارم صفر که کارم راحت تر بشه. و مدار من چه شکلی میشه؟ مدار من اینطوری میشه. یه آیه اس دارم، اینم می‌نویسم آر ایکوال مساوی با آر یک یه آر پریم می‌نویسم که خوش بهتر بشه. آر پریم مساوی با آر یک موازی با آر دو. یه 4 اوم هم اینجا دارم که جریان چیه؟ آی آیه اونم گفتیم چقدر؟ 2/7 آیه اس. آره، برای اینکه راحت باشه مونی که ظریف داره رو صفر میذاری. میتونی هم یه کار دیگه بکنی ها. چه کاری؟ بری آقا این مدار رو تحلیل کنی، کیویر کیسیل بزنی آیت، ببینی چی میشه. آیت ببینی چی میشه، یه ظریفی از وی اس و آر یک و آر دو، بعد با این معادل قرار بدی. ولی خب چه کاره، این کار رو با ما تمرین انجام بدی. اگه این 2/7 آی اس باشه، قبول داری که این آی اسی که داره میاد اینجا 2/7 کم میشه، اینجا چقدر میشه؟ میشه 5/7 آی اس. یه کی وی ال اگه بزنم، آر پریم ضرب در 5/7 آی اس میشه 4 ضرب در 2/7 آی اس میشه. قبول دارید که آر پریم این هفته به هفته ساده میشه، میشه 8/5. خب آر پریم رو به دست آوردم، آر پریم مداره. سوال گفته به جای این 4 اوهمه چی بذارم که مقاومت مدارم بشه چند؟ 8/9. خب من الان آر پریم رو دارم 8/5، میخوام به جای اون 4 اوهمه یه ایکسی پیدا بکنم که این بشه چقدر؟ 8/9. چی بنویسیم؟ میگیم 8/9 مساوی با 8/5 ضرب در 8/5 ضرب در x، 8/5 به علاوه x. آه آره، که این 8 با این 8 ساده میشه، بعد این 9 میره بالا، پس میشه 9/5 x طرف وسطه میکنم مساوی میشه با 8/5 به علاوه x. بعد این x رو میارمش این طرف، یه دونه 5/5 از این کم میشه، میشه 4/5 x مساوی با 8/5. x مون چند میشه؟ 8/4 که میشه چقدر؟ 2. همه فهمیدن؟ نکته که باید بهتون بگم بچه ها، جمع آثار یه مبحث مفهومی هستش که جزء بخونی دیگه چیزی غیر از این تو کنکور نمیاد. این سوال هم بخون، این هم سوال قشنگ، این سوال هم قشنگ. در مدار مواد خطی با جواب یکتا و با منابع مستقل وی اس، این وی اس امونو گفته آقا 2 به علاوه کوسینوس، آی اس امونو گفته 3 آمپر، بعد گفته داخل انمون یه مقاومتی هست، ورش هست 1 کوسینوس به علاوه 3، بعد گفته که مثلا وی اس تغییر نکنه، آی اس رو چند برابر تا بیشتر مقدار وی برابر با 5 بود. حالا از که خواسته مسئله رو بگم، اول
داده های مسئله رو با هم تحلیل کنیم. بچه ها ببینید، وی قبول داری خروجی مونه، مدار خطی مقاومتی جمع آثار اینجا میخوایم استفاده کنیم. وی قبول داری خروجی مونه؟ خب وی رو گفته چی؟ یک دومه کوسینوس تی به علاوه یه سه. این خود سوال من گفته، من چیزی نگفتم. و یه چیزی هم من قبلا به شما گفتم که آقا خروجی مدار ترکیب خطی از ورودی هاست، یعنی آلفا وی اس به علاوه بتا آی اس. قبوله؟ یعنی آلفا ضرب در دو به علاوه کوسینوس تی به بتا ضرب در سه. قبول دارن همه اینو؟ این معادله یک، اینم معادله دو. از توی این دوتا به این سوال در مورد مقاومت معادل نیست، در مورد اینکه آقا ورودی رو چند برابر کنم، پس دنبال مقاومت ببینن و اینو نرید. ببینید اثر ورودی رو خروجی چیه. بچه ها تو خروجیمون، خروجی مدارمون یه مقدار دیسی دارم، درسته؟ به نظر شما این مقدار دیسیه اثر وی اس یا اثر آی اس؟ جفتشون هستن جانم؟ عمودم جفتشون هستن. جفتشون چرا؟ چون هم وی اس مقدار دیسی داره هم آی اس. پس من هایلایت میکنم این خروجون اثر دو آلفا و سه بتا. خب کوسینوسمون چی؟ کوسینوس تو ببخشید، کوسینوسی که تو خروجی دارم یک دوم کوسینوس، اثر کیه؟ اثر این وی اس، چون این که منبع سینوسی نداره که. یعنی این داره روی این خروجی اثر میذاره. یعنی من میتونم بفهمم که، البته این ضریب آلفا هم داره، میتونم بفهمم که آلفا کوسینوس تی هست یک دوم کوسینوس تی، یعنی آلفا مونو میتونیم به دست بیاریم چقدر؟ یک دو. و از طرفی هم با توجه به مقدار دیسی خروجی میتونیم بگیم آلفا به علاوه سه بتا باید بشه سه. پس آلفا هم که دارم یک دو منظر در دو میشه یک، میره اون طرف میشه دو، بتامون میشه دو سوم. همه اینو قبول دارم؟ من مدار رو شناسایی کردم. حالا سوال رو میریم حل میکنیم. میگه آقا وی اس رو تغییر نده، آی اس رو چند برابرش بکنیم که بیشترین مقدار وی 5 ولت بشه. پس ما وی اس رو نباید تغییر بدیم، چیزی که الان میفهمیم آی اس رو باید تغییر بدیم، وی مون ماکسش بشه 5. آقا وی مون چی بوده؟ ببین اینجا رو، وی مون بوده یک دومه کوسینوس تی به علاوه 3. صبر کنیم، صبر کنیم. وی مون این بوده. خب وی رو میخواد چی بشه؟ چه اتفاقی بیفته؟ ماکسش بشه 5. بچه ماکس این الان چه؟ ماکس این عبارت سه که همیشه ثابته، کوسینوس هم ماکسش یکه، یک دوم به علاوه سه ماکسش. من الان میخوام که بهترم رو شکل کار کنی، این خیلی بهتره. من این شکل رو میارم. وقتی اینا تشخیص دادید اینا کنارش بنویسید. الان من میدونم که آلفا مال کدوم بود، مال ویس بود دیگه. آره آلفا ویس. ما میدونیم که با چه ضریبی الان داره میره تو خروجی، یک دوم آیه اسمون با ضریب دو سه. وی اسمون رو بوده تغییرش نده. خب تو ویسمون هم چیا بود؟ دو بله به کسینوس بوده، دو بله به کوسینوس تی. آی اس مون هم چقدر بوده؟ 3. گفته آقا این دو بله به کوسینوس تغییر نده، پس من وی میشه چقدر؟ بنویس یک دوم ضرب در
دو به علاوه کوسینوس تی. آقا این اثر وی اس تو خروجی اینه، قبوله؟ به علاوه دو سوم ضرب در یه آی اس جدید. همه اینو قبول دارن؟ ماکس این عبارت، ماکس این عبارت میخواد بشه چند؟ میخواد بشه 5. ماکسش رو میخوام حساب کنم. پس ماکس وی 1/2 چند میشه؟ 1 به علاوه 1/2 کوسینوس تی به علاوه 2/3 آی اس جدیدی که میخوای بذاری. این میخواد بشه 5. بچه ها ماکس 1 چنده؟ 1. ماکس 1/2 کوسینوس چنده؟ 1/2. تا اینجا چقدر شد؟ 3/2. پس 3/2 به علاوه 2/3 آی اس جدید میخوام بشه 5. از اینجا آی اس جدیدمون باید چقدر بشه؟ این 5، این یعنی 1.5 میره اون طرف. 1.5 منهای 5 میشه چقدر؟ 3.5. 3.5. 3.5 یعنی چقدر؟ 7/2. یه 7/2 دارم ضرب در 3/2 میشه، درسته؟ یعنی آی اس جدیدمون میشه 21/4. نگفته آی اس چند بشه، گفته آی اس چند برابر بشه. آی اس نیو به آی اس قدیم 21/4 تقسیم بر 3 میشه چقدر؟ 7/4. همه فهمیدم؟ جمع آثار نیازه که خودت فکر کنی رو سوالات. حالا من هرچه هم توضیح بدم تا خودت نشینی فکر کنی یاد نمیگیری، حواست باشه. مثال بعدی، مثال 54 3. در مدار زیر شبکه های N1 و N2 مقاومتی خطی و بدون منبع مستقل. بچه ها این کلید واژه رو همیشه بهش دقت داشته باشه. اگر ولتاژ خروجیمون این باشد آلفا کدام است؟ جالب این سوال. بچه اینا انتظار ندارم که اولین باری که نمیبینید جواب بتونید بگید، همه اینا نکته است و آموزشه برای اینکه تو سر جلسه کنکور بتونید جواب سوالاتو بدید. همین که بفهمید من چی میگم یعنی که اوکی. ببین دوست عزیز، این سوال خیلی سوال قشنگی. گفته که خروجی این مدار آفا سینوس تی به علاوه 2/2 کوسینوس تی منهای 4/4. درسته؟ میخواد آلفا رو تو پیدا کنی. خواد آلفا رو تو پیدا کنی. ببین من از روی این خروجی میتونم بفهمم که اثر این کوسینوس رو خروجی چنده؟ 2/2. یعنی هر منبع ولتاژ اینجا قرار بگیره با ضریب 2/2 میره تو خروجی. هر منبع جریانی اینجا قرار بگیره با ضریب چقدر میره تو خروجی؟ اگه گفتی 2 شده منفی، این تقسیم کن. منفی چقدر دونیم سین؟ دو دهم دیگه ها. آره منفی 2/2. خب و هر منبع ولتاژی با این پولاریته اینجا قرار بگیره با چه ضریبی میره تو خروجی؟ با ضریب آلفا. خب حالا میخواییم آلفا رو پیدا کنی، دار کنی یه داره فکر کنی. استاد سلام، خسته نباشید. میشه هولش بدیم به سمت راست؟ آفرین، اینو قبلا نکته رو دیده بودی؟ آره آره.
چون دیده بودی، چون انتظار من نداشتم کسی اینو بگه. آره اینو قبلا تو کلاس خودتون دیده بودم، خیلی نکته جالبی هم هست. خب ببین قلق حل این سوال اینه که چون من میدونم هر منبع ولتاژ اینجا قرار بگیرد، اینجا با ضریب 2/10 خروجی، من اگه اینا رو بتونم تکونشون بدم بیارمشون اینجا، میدونم با ضریب 2/10 میاد تو خروجی. ها یه فرجی میشه دیگه. حالا من تهش هم نمیدونم، منم به عنوان یه دانشجو نمیدونم تهش چی میشه، میگم حالا حداقل یه جا به جایی بدم این 2 آمپر رو میارمش اینجا. ببین 2 آمپر هم میخوام بیارمش اینجا چیکار کنم؟ اگه بخوام 2 آمپر رو بیارمش اینجا، میام اول اینو تبدیلش میکنم به چی؟ تبنم یه 4 ولت اینجا برام میسازه، درسته؟ این برام چی دارم؟ سینوس تی. میخوام اینا رو انتقالشون بدم اینجا، چه اتفاقی میفته اگه بخوام انتقال بدم؟ گفتیم برای انتقال باید چیکار کنیم؟ آیا جفت اینا رو انتقال بدیم یا یکیشونو؟ به نظرتون جفتشون رو بدیم؟ همون سینوس. آره استاد یک سوال. جان این بهتر نبود این تبدیل منبع و اینجا نزنیم و منبع سینوسی رو هم تو مقاومت 1 اوم شیفت بدیم و هم بیایم توی این انگار منبع جریان بیاریم؟ چنی این منبع ولتاژی حذف میشه تو منبع جریان. آره بعد اینجا چیکارش کنیم؟ اینجا هم تبدیل کنیم به منبع جریان میشه. آره این کار بهتره. آره موافقم. من می‌خواستم اینو 4 کنم بعد ببینم اثر 4 رو خروجی چند میشه. یعنی این کارم که شما میگی میتونی بکنم، چون کام ترم قبل این کارو کردم. ولی این کارم که الان کردم بکنم، باید این اثر 4 رو خروجی چی میشه. خب اگه بخوام اون کارو بکنم، ببین این میام این کارو میکنم. ببین اگه شما میارم اینجا اینو من میام از اینجا برش میدارم، پول که بخوام بدم اینجا یه منبع ولتاژ قرار میگیره، اینجا هم یه منبع. حالا آبی بکشم که بعد دفترش رو کنیم. اینجا یه منبع ولتاژ قرار میگیره، اینجا هم یه منبع ولتاژ، اینجا هم یه کنار این. فقط پولاریته هاشو با هم چک کنیم. ببین پولاریتهش رو چجوری بذارم؟ الان بالای 2 اوم یه قدر ما خودش بدیم. پول بدم این اینطوری میشه، بالا منفی پایین مثبت، منفی مثبت خودش میده. و این که بیاد روی این شاخه چی میشه؟ میشه منفی بره جلو به علاوه میشه دیگه. نه خودش میدم هم پولاریته با این میشه، درسته؟ اینجا روی منبع جریان تأثیری نمیذاره، ولی این دوباره تبدیل میشه به نورتون. نه یعنی ما یه 2 اوم دارم اینجا دیگه، منبع سینوسی نیستش و اینو تبدیلش میکنم به نورتون. به نورتون که تبدیلش کنم، اینجا در جهت بالا میشه 2 ½ سینوس تی. همین فهمیدن چی شد؟ بچه این سینوسه. خب این سینوسه با این 2 نورتونش میشه به سمت پایین، درسته؟ منفی میشه، سر مثبت پایینه، پس نورتونش میشه منبع جریان به سمت پایین، چون خلاف جهت اینه، با هم جمع میشن با علامت منفی. فهمیدی؟ آه. اون طرفم ولش دادم یه 2 اومه و اون منبع چی؟ کوسینوس تی به علاوه سینوس تی، اینم اینجا. این خروجی رو الان میخوام پیدا بکنم. ما تو قسمت قبل گفتیم منبع جریان با این جهت اینجا قرار بگیره، با چه ضریبی میره تو خروجی؟ منفی 2/10.
هر منبع ولتاژ اینجا قرار بگیره با چه ضربی میره تو خروجی؟ 2/10. خب بنویسیم طبق این مدار وی او چقدر میشه؟ میشه 2 ضرب در -2 بگید، میشه -4/10. یه -2 در این ضرب بشه به علاوه 1/10 سینوس تی به علاوه دوباره این 2/10 در این ضرب بشه 2/10 سینوس تی دارم به علاوه 2/10 کوسینوس تی. بچه ها این تیکه رو نگاه کنید، خود سوالم گفته بود که وی او چنده؟ آلفا سینوس به علاوه یه. الان آلفا رو میتونم پیدا کنم دیگه، اینجا آلفا چقدره؟ میشه 3/10، 1/10 به علاوه 2/10. ها فهمیدن همه؟ این سوال رو با هم بررسی کنیم. برق 92 در مدار مقاومتی خطی با جواب 1 تا زیر آیه اس هست 5 تا سینوس 2 تی به علاوه 4. این منبع جریان به من داده هم سینوس با فرکانس 2 داره هم مقدار دی سی داره. دو تا منبع دیگه هم دارم، فرکانس 1 دارم و فرکانس 3. در جریان آیه 1 یکی از جملات برابر با اینه، جمله ثابت در آیه کدامه؟ قبل از اینکه حل بخوام بکنم، چیزایی که سوال گفته رو با هم یه مروری بکنیم. گفته آقا جون آیک هست -1/5 cos θ، بقیهش هم نمیدونم چیه، یه ادامه ای داره، مطمئنا تابعی از چیه؟ ترکیب خطی از cos θ، مقدار دی سی، فرکانس 2 و کلی چیز دیگه. بچه ها قبول دارید که این ترم ناشی از کیه؟ ناشی از اینه دیگه. آره خب. یعنی این که من الان میتونم بفهمم که هر منبعی اینجا قرار بگیره با چه ضربی میره تو خروجی؟ 2 cos θ شده -1/5، پس با ضریب -1/10 میره. نه درسته؟ با این ضریب میره تو خروجی. حالا میام چی کنم؟ چون من اثر اینا رو نمیدونم، منبع فرکانس 3 و منبع جریان رو نمیدونم، ولی هر چیزی با این پولاریته اینجا قرار بگیره با ضریب -1/10 میره خروجی. میام زرنگی میکنم. سوال گفته جمله ثابت در آیه کدومه؟ اگر من بتونم این میدونیم که جمله ثابت ناشی از کیه؟ ناشی از منبع جریانه. اگر بتوان آن را به منبع ولتاژ در جایگاه 2 cos θ تبدیل کرد همه چی حل میشه. نه خب آقا من اگه بتونم این منبع جریانه رو برش دارم یه جوری بذارمش اینجا که چیکار کنم؟ آقا میخوام پرش خرگوشی برم، اینو برش میدارم، از این گره باید خارج بشیم و به این گره باید وارد بشیم. خب چجوری میشه؟ اینجا میشه یه دونه منبع جریان همون آیه اس و از این گره دوباره میریم به این گره، اینم آیه اس. قبوله؟ اینجا که با منبع ولتاژ موازی میشه آیا اثری رو خروجی میذاره؟
نه پس سیگا اینجا تأثیر نداره. اینجا هم که اینجا قرار گرفته میام چیکارش میکنم؟ بهم بگید اینا چیکار کنم که بشه یه منبع ولتاژ اینجا و با این سری بشه؟ تبننش میزنم. یعنی اینجا یه اوه میشه منفی مثبت 6 اوم، اینجا میشه 2 تا کوسینوس تی. بچه‌ها به علاوه یا منها، چون این جهت فلش به سمت پایینه، پولاریته ولتاژی که میسازه به سمت مثبتش پایین میشه، بس میشه به علاوه 6 تا آی اس. قبول داری؟ یعنی این میشه 2 تا کوسینوس تی به علاوه 3 تا سینوس 2 تی علاوه 6 تا 24. این با چه ضریبی میرفت تو خروجی؟ این منفی 1/10. پس آیکمون چی میشه؟ منفی 1/10 ضرب در 24. بقیهش هم کاری ندارم. پس آیک دی سیمون میشه منفی 2/14. ترمای دیگهش هم میتونی پیدا کنی. همه فهمیدن؟ بچه ها یه سوال توی توان بود جلسه قبلی، گفتم باید جمع آثار بلد باشی، یا کسایی جدید بود 96 و اینا بود، اونا حتما برید بعد از این جلسه حلش کنید. خب حل تمرین این هفته هم حل میکنم. استاد ببخشید من یه چیزی میخواستم بگم. بله. مثلا درباره ساعت حل تمرین فکر کنم الان دوره سیگنال که از فردا شروع میشه والا همین لایو آموز همون ساعته، ساعت 3 تا 7 یعنی اون دوره 4 ساعت هم هست. خب من حل تمرین رو الان فردا برنامه‌ریزی میکنم که یه تایم باشه که با اون تداخل نداشته باشه. ممنون استاد، متشکرم. خواهش میکنم. بچه ها یه 10 دقیقه یورو بی استراحت کنیم، میخوام بیام غیر خطی رو بهتون بگم. اوکی؟ مدارهای غیر خطی. شما هم خسته نمیشه. لذت بردی؟ جلسه سنگینی ها، جمع آثار جلسه سنگینی. اوکی، من تمرین جداش کنم که این جدا یه با کلاس ها اتمام میزن.